با سلام و احترام خدمت هموطنان در سراسر گیتی. خدمت شما عرض کنم وضعیت حکومت رو دیگه میدونیم، میدونید، دنیا میدونه و اینها خیلی بزدلتر از یرفا هستن، اما تا حالا هم که اگر بودند، ببخشید، با جکی که کشور دیگه براشون میزدند وای میزدند و حرف میزدند، ولی حالا پشماشون ریخته چون دیگه براشون مشخص شده که روسیه، چین، اروپا که خودش الی آخر و آمریکا دیگه برای اینا ارزشی قائل نیست، تنم براشون خورد نمیکنه چون توانی ندارن. بایدن هم یه حرفای دلخوش اینا میزنه چون اون شعورش نمیرسه به این حرفا، اما دولت بخصوصا کنگره و امثال ها میفهمن دارن چی میگن و حواسون هست که دیگه روی یک مهره سوخته، یک مهره متعفن، یک مهره فاسد سرمایه گذاری کردن خودت فاسد میکنه، خودت رو میسوزونه و الاخر. خب شاهزاده از اون حرف قشنگی رو زدن، حرف درستی زدن، رو اصول دارن حرف میزنن که حکومت بزرگی ثابت میشه. وقتی حکومت بزرگی ثابت میشه این برنامه میخواد، یعنی دیگه مردم از یک جا دستور میگیرند، از یک جا بیانیه میگیرند، از یک جا خط میگیرند. وقتی یه جا شد، متمرکز شد به یه جا، دیگه وقت هر کسی یه طرف نمیگه بریم که بریم که بریم آزاد شهریا دیگه بریم انقلاب، نه اینطور نیست. و قطعا شاهزاده ایزمون تعمیداتی رو مثلا ترتیب آماده کردن، برنامه‌ریزی کردن قصه و افرادی رو یا تشکیلات رو اعلام میکنن که بیانیه شاهزاده ایزمون برای حرکت مردم هماهنگ کردن حرکت ها قطعا معرفی میکنند و خوشبختانه تسلط به همه چی دارن، داخل کشور، خارج کشور. و من نمیدونم از کجا بیشتر افراد خواهم بود، ولی تا جایی که حس میکنم بیشتر داخل کشور خواهم بود. این خیلی خوبه که بیشتر مشورت هم بهشون بدن، آقا فلان جا بریم فلان کاری بکنید، فلان جا برید این تظاهرات، فلان جا این کار. و تمام اینا حرفم یه چیز هست که زیر نظرش مستقیم خود شاهزاده ایزون باشه و یا افرادی که ایشون تو تشکیلات خودشون میشناسن این کار مدیریت و هدایت بکنند. با افراد داخل کشور باید 100% مشورت بکنند که میکنند و اونها خط رو میدن، اما بیانیه رو با تایید شاهزاده ایزون پخش خواهد شد. در نتیجه میشه به قول معروف یه شاهکار در ایران دیگه، هر کس نمیتونه بیاد آقا بگه فلان روز بریم تظاهرات فلان روزی کنه، ایجوری نیست، متمرکز بشه در یه جا. چون الان که اتفاق افتاده باید همه بیان و این پیشنهاد من و حدس منه، قطعا باید اینطور بشه، قاعده اینو میگه، میان و زیر چتر شاهزاده، زیر چتر برنامه‌ریزیشون و گروهشون و زیر چتر چیزی که آسیب بهشون نمیرسه و موفقیتش 100% تضمین شده است. از این ور این تشکیلات که اعلام بشه دیگه اون تتمه استخونه حکومت هم خورد خواهد شد، در هیچ شکی نکن. و ما هم همه همراهی میکنیم، افتخار است برای ما اعلام بکنن بیانیه فلان، بیانیه فلان کار، برای فلان کار ادارات این کارو بکنن، شرکت دفتر کار بکنه، این اینجوری بکنن، فلان جا تظاهرات بریم نافر من، هر چی دیگه بخوام بگن. خود استادم خودم من نمیتونم در حد صحبت کنم، ولی قطعا شاهزاده ایزون به زودی زود این تشکیلات رو رونمایی میکنن و به مردم ایران اعلام میکنن که انرژی مردم، توان مردم متمرکز شده روی یک نقطه، روی یک فرد و زیر گروهشون. توجه کردید؟ و این خیلی خوبه. در زمانی که این تشکیلات دو سال قبل یادتون هست که زم یه بیانیه میداد، اون یه بیانیه میداد، اون یه بیانیه میداد، بچه هم یه دفعه آمدن همه با هم متحد شدن، گفتم اینو بهتون بگم مردم برای شما تله خورد نمی کنه. ما 20 میلیون میریم بیرون، گفتم بیام پایین تر، گفت 2100 گفتم بیام پایین تر، گفت 2000 گفتم شما 2000 همتون بیرون. ولی وقتی که شاهزاده ایزم گفتم بودم وقتش برسه من عمل میکنم، اینجوری هست که حکومت در اند ضعف و فلاکت و بدبختی و استیصال پولم که نداره، بعد مردم میبینن خب حالا هر شاهزاده همون هست، تا هم هر چی گفته همون شده. و اینکه اینجا اعلام میکنم، به اسرائیل هم اعلام کردن، چون اسرائیل ما نمیخوام تعارف نداریم با اسرائیل، اسرائیل در حق ایران خیلی، در حق ملت ایران خیلی ظلم کرد، چون ذاتش اینه، نه که همه مردم اسرائیل، نه یه سری گروه خاصی میشه اغلب نظره که این است، اقتضای طبیعتش این است. ولی شاهزاده بهش اطمینان دادن که
اونها هم از بین اینجا رسیدن به بنبست هستن، باید 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 بیان و با ملت ایران کنار بیان، سعی کنند که یه خوردن خودشون اصلاح بکنند، وگرنه اصلاحشون میکنند و باید تحول در خودشون ایجاد بکنند، وگرنه در توی اینها متخصصین در جیر کسن، به خصوص در آب، به خصوص در پزشکی و خیلی مسائل دیگه، و خلاصه باید بیان تو راه راست، توی راه درست حرکت کنند. و اشخاص اعتماد بهشون دادن که ما به زودی با اسرائیل بر معروف سر یک میز میشینیم و الی آخر. خب من این ترجمه مصاحبه شازده رو گذاشتم توی تلگرام، اما دارم دروش کار میکنم که بتونم تاثیر بذارم که بتونم تو همه جا پخش کنم. این کار خواهم کرد تا مدرسه تا ظهر امروز که الان ساعت 5:10 صبح هست در استانبول. بله متخصصین بهداشت جهانی بعد از مدت ها یک حرفی درست زدن. ایمنسازی همه کشورها باید همزمان و هماهنگ انجام شود، وگرنه آب تو هوا کوبیدنه. این کشور نداره، این کشور اینجوری است، بده اینقدر پول بده، وگر همه زحماتون هدر هست، چون یک مریضی نیست که باکی تعارف بکنه. وقتی یه در نزدید و اونها موندند، خیلی سری پیش جهش یافتش میاد سراغتون و فکری کیسه دوخته درست خودتون، حسابی که کوره کرده بودن ها در جواب نمیده. شما رو یاد نگرفتید، عدالت یاد نگرفتید، پول همین ملت هاست که شما در این غلط رو باش میکنید. ولی خوشحالم که کم کم داره شعور تو کلتون یه ذره میاد، چشاتون خود باز میشه دیگه، چشتون فقط در تلویزیون تو روزنامهاتون دیگه نیست، یک ذره تفکرم داره کم کم میاد. زمانی که آمریکا میلیون ها تن گندم و ذرت و اینا رو تو دریا میریخت که گرون نشه، ارزش نیاد پایین و گرون بشه، اونجا من 14-15 سالم بود فهمیدم شعور ندارن، عقل ندارن، دوراندیش نیستند، تا نوک بینیشون رو میبینند حالا جواب پس بدند و فکر میکنن شاهکار دارن میکنند. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدم، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، نماند قرار، نماند قرار. ولی آدم اعضای یک پیکرند یا یک دیگرند، باید این رو بفهمید، تو کل پوکتون فرو کنید. خلاصه یک بارم شده این شعر رو بشینید براتون ترجمه کنم، براتون بگن، عمیق گوش کنید، یاد بگیرید. دادستان زنجان علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرده. چرا؟ پس از نقل قول آذری جهرومی از امام خمینی درباره عدم دلبستن به کاخ کرملین، دادستان زنجان علیه جهرومی اعلام جرم کرده. به تو چه مربوطه؟ جهرومی از خودتونه، گفته که به کاخ کرملین، خمینی گفته که به کاخ کرملین دل نبندید، حالا اومده میگه که منظور به خامنه، منظورش به خامنه دیگه نه، وقت داستان زنجان تو سر پیازی، تای پیازی، تا کی میخوای شما یاد بگیری که هیچ پخی نیست، هیچ عدد تو کشور نیستی، به چرخ دور تا جونتون در میاد. ضمناً شایعات ایران خیلی روزا که ایران میخواد بمب اتم درست کنه. ختم کلیپ صحبت هم برای کلیپ هست. اصلا ما میگیم ایران بمب اتم دارد، از بالاتر که نیست که، ساخته دار هستن. به من بگید که باید کجا استفاده کنه این بمب اتم رو، کجا باید استفاده کنه؟ باید باش روسیه رو بزنه، باید باش چین رو بزنه، باید باش اروپا رو بزنه، باید آمریکایی که بهش زورش نمیرسه، بردش اونجا نمیرسه بزنه. چی کار میخواد بکنه؟ بمب اتم فرض کنید 10,000 تا هم داشتی، چی کار میخوای بکنی؟ من نمیدونم چرا خودشون میترسونن، اون ابر ذلت ها خودشون میترسونن. اگه بمب اتم درست کنه چی کار میخواد بکنه؟ حالا اسرائیل اینقدر چی کار کرده؟ کره شمالی اینقدر چی کار کرده؟ حتی کره شمالی حالا دست چین هست که اونا رو بترسونه. خب زد داغونم که چی میشه؟ از توش چی در میاد برای شما؟ زدیم تو اروپا چند نفر مردن بر فرض. چی برای شما توش داره؟ چی داره توش؟ حالا آخونده آمدن با بطمان ساختن و آمدن زدن، کجا رو میخوام بزنن؟
اولا که تحت هیچ شرط اختیاری اینا دست خودشون نیست، تمام اینا تحت کنترل خودشون هست. این بازی‌ها رو در میارن که تا جایی که ممکن است حکومت رو که از پول ملت بدوشن و به اینا بگن اوف خیلی خطرناک تو ساخته اینو، اما نگفتن کجا میتونی استفاده کنید. هر کی به شما واقعا بخواد بمب اتم ایران بسازه یا ساخته، بگید نازش هستش، کجا میخواد استفاده کنه، کجا استفاده میخواد بکنه، ببین بازش کنید دیگه. ضمن اینکه کلاهکم بسازند، اون مشکی بخواد ببره، تمام اونا خطا کردن، هیچ کدومشون تلرانس زیر 20% ندارن، 40% 50%، ضمن اینکه همه کنترل میشن، حتی کون بخواد بخوره با لیزر میزنند. خودشون هم میدونن اینها رو، ولی خب خودشون به خریت زدن و خودشون به خواب زدن که ما بی کارا رو کردیم. چه کار کردیم؟ اگر تونستین یه دلی به دست بیارین شاهکار کردید، اگر تونستین یه قدم کشور برداری شاهکار کردید، اگر تونستید یه چیز مفید بنده یک جو به کاری شاهکار کردید، چه کار کردید؟ همین یاد گرفتید فقط. خاک حالم بر سرتون، خیلی خاک حالم بر سرتون. پس دیگه برای من نفرسی آقا اگه بمب اتم بسازه ساخت، من بگم خواهد چیکار کنه؟ باید خونه عمه‌شو بزنه، خونه خاله‌شو بزنه، کجا رو میخواد بزنه؟ اون نیروهایی که هستند، اونایی که اصلا میخوان بزنن چیکار میخوان بکنه، کیا هستند؟ پس بیایم واقع گرا باشیم و فکر بعدش هم بکنیم که این اتفاق باید بیفته چی میشه براشون، چه نفعی داره براشون. این بازی های ابرذلت ها سو زمان شوروی بود و آمریکا و جنگ سرد و اینا و هر کم چند زاسا ساختن، دنیای پول به باد هوا دادن رفت، هیچ کار نمیتونن بکنن. تو بزن منم میزنم تمام نابود شو پیکارش، خب تموم شد. این شاهکارتون بود، این تمام تخصصون همین بود، این کار مفیدتون این بود. واقعا من نمیفهمم تو مغز شما چی کار گذاشتند، چی کار گذاشتند من نمیدونم. ولی اینه میدونم که آخر خط شما بیشوره دنیا هست. همین میدونم. و بازم تأکید رو جوان تأکید میکنم که ما دوست داریم که شماها سرآمد جوانهای دنیا باشید. وارد بازی این ابن وقتا نشید، کاسه از آش داختر نشید، اینجا رو بزنیم اینجا رو بشکنیم اینجا رو نکنید، چون اینا باز تو اونجا میرن غارت میکنند. ما میخوایم جوانی در دنیا الگو باشه، نمونه باشه که هست، نه یعنی یه سری وحشی هستن که خودشون وحشی دارن، همه دنیا هستن. از جوانا خواهش میکنم که روی مسجد به هم دیگه بگن که ما واردی بازی ها نمیشیم، ما با فکرمون کار میکنیم، هر کاری خواستیم دو بار فکر میکنیم و الی آخر. دو تا برادر بودن، اینا سیب میکاشتن در اوغاز استان خراسان، خراسان شمالی منطقه است. اوغاز سیبش در دنیا خیلی شهرت داره، حتی سیب لبنان شهرتش بالاتر، سیب خیلی خوش عطر خوبی است. یک دونه سیب رو توی اون زمان توی صندوقش میذاشتن، تمام لباس عطر بوی سیب رو میگرفت. بعد اینها یه برادرش تهران بود، خیلی آدم زرنگی بود، یه آدم ساده بود توی اداره کار میکرد. اون برادر زنگ گفت فلان با 6 تا کامیون سیب شده چیکار کنیم؟ گفت بیار تهران دیگه بفروشیمشون چیکار کنیم. بعد این 6 تا کامیون سیب اومد تهران، 3 تا کامیون گذاشت تو اتاق ها درشو بست، 3 تا گذاشت تو حیاط. برادر شما گفت سیبا کو؟ گفت اینا سیب اینا کی؟ گفت خب اول مال خودم چیندم، بعد دیگه جای ما شما جان سیب. بازم هیچی نگفت رفت. زرنگی دیگه نه. بعد از 10 15 20 مشتری پیدا شد، مال برادری تو حیات بود و اینا رو آمدن خریدن، یه قیمت پولشم دادن و خلاصه رفت. بعد اومدن سراغ او که توی خونه ها بود، اینا 90% خراب شده. 90 سیب خودشون فکر نکردن که تو اونجا گذاشتن هوا نرسیدن چه مشکلی ایجاد میکنه. این هم زرنگی بعضی هاست که از این ابن الوقت و امثال ها، شما همیشه خدا بدبختید، همیشه خدا ذلیلید، همیشه خدا خار هستید و فکر میکنید زرنگی. نه، زرنگی به دل پاکه، زرنگی به رفتار درسته، زرنگی به صداقته، زرنگی به بخششه، زرنگی به همه چیز هست به غیر راه کچ. ایامتون بکام، روزگارتون خوش، تا کلیف بعدی.